در مورد زیرساخت‌های اقتصادی باید عرض کنم که چون اقتصاد ایران قبل از پیروزی انقلاب توسط امریکایی‌ها مدیریت می‌شد، چیزی به نام زیرساخت‌های صنعتی رو اقتصاد ایران نداشت. صنعت زیربنایی مانند ذوب فلز و ریختگری نداشتیم. ما الان از نظر تولیدات فلزی خصوصا آهن‌آلات و فولاد جایگاه نهم جهانی رو داریم. شوخی نیست، بالای 90 میلیون تن تولید فولاد ما در کشورمون داریم و صادرات داریم. سیمان همینطور وضعیت بسیار بسیار عالی رو ایران داره. خب اینها ابزارهای اساسی یعنی برای زیرساخت هاست. کشور ما صنایع زیربنایی ایجاد کرده که مثلا پتروشیمی رو ما راه اندازی کردیم. قبل از انقلاب هیچی نداشتیم. الان حدود شاید 40 میلیارد دلار ما تولیدات پتروشیمی مونه. در مورد سدسازی ها ایران قبل از پیروزی انقلاب 700 داشت و 7000 مگاوات سقف برق تولیدی قبل از پیروزی انقلاب بود. الان ما بالای 100 صنعتی داریم، 57000 مگاوات تولید برق داریم. با اینکه جمعیت ما تقریبا دو برابر و مقداری بیشتر شده، میبینید تولید برق ما بیشتر نزدیک به 10 برابر شده. سراسر کشور ما الان به وسیله فیبر نوری به هم اتصال پیدا کرده. این زیرساخت یک ساخت مهمی، اگر خدای نکرده ماهواره های جهانی به ما سرویس ندن، ما از این زیرساخت فیبر نوریمون میتونیم کل کشور رو تحت پوشش مخابرات خودمون قرار بدیم و تلویزیون همچنان فعال باشه. علاوه اینکه شبکه تلویزیون ما الان از نظر تعداد شبکه، تعداد برنامه هیچ قابل مقایسه با آغاز پیروزی انقلاب نیست و همینطور خطوط مخابراتی ما. قبل از پیروزی انقلاب 800 هزار تلفن، سال 57 سقف تلفن ما بود که همش هم به تلفن صورت تلفن ثابت بود. بیش از 20 میلیون نفر دارن از خطوط مخابراتی ما شخصی استفاده میکنن علاوه بر استفاده های عمومی که وجود داره. سالهای قبل از پیروزی انقلاب بخش عظیمی از روستاهای ما برق نداشتن. الان شاید کمتر از 3% روستاهای فاقد برق ما داشته باشیم و گاز رسانی یک زیرساخت بسیار بزرگه. در ایران قبل از انقلاب گاز رسانی نداشتیم. میبینید امروز همه شهرهای ما تقریبا به استثنای تعدادی از شهرهای سیستان و بلوچستان مشمول گاز رسانی شدن. مهم تعداد پالایشگاه های امروز ماست که هیچ قابل مقایسه نیست با تعداد پالایشگاه های قبل از پیروزی انقلاب. این یک پالایشگاه خلیج فارس ما فقط 36 میلیون لیتر روزانه بنزین تولید میکنه علاوه بر سایر انواع بنزین. مقدار تولید گاز ما الان به 790 میلیون متر مکعب روزانه رسیده. البته یک ساخت مهمتر مسئله علم و فناوری است. قبل از پیروزی انقلاب کل دانشجویان ایران 160 هزار نفر بود، الان بالای 5 میلیون نفر. قبل از پیروزی انقلاب ما دوره دکتری رو در چند رشته محدود داشتیم مثل الهیات، و الان در همه رشته ها ما دکتری رو تربیت میکنیم و دانشجو از خارج هم میگیریم. خوشبختانه از کشورهای منطقه آرمانشون دست یافتن به آموزش در ایرانه. در رشته پزشکی ایران حرف اول رو در کشورهای منطقه میزنه، هم از نظر بهداشت و درمان، هم از نظر تامین دارو. 98% داروی مورد نیاز ما در داخل تولید میشه. بعضیا نگویند که 4 دهه گذشته طبیعی بود که ایران
طی این چهار دهه اگر انقلاب هم نمیشد باید یک چنین پیشرفت هایی در زیر ساخت هاش می داشت. خب کار نداره که مقایسه کنیم با کشورهایی که این چهار دهه موازی ما با ما بوده اند، تحت فشارهای تحریمی هم نبوده اند، مثل پاکستان، مثل ترکیه، مثل مصر، حتی مثل عربستان که از نظر درآمد نفت بسیار سرشاره. کجا چنین زیر ساخت هایی رو بهش دست پیدا کرده؟ کجا چنین فناوری هایی رو توانستند به دست بیارن؟ به هر حال من به این مقدار بسنده می کنم. سخن در این مورد بسیار زیاد است.